در اجلاس اخیر شورای ملی مقاومت که بلافاصله بعد از برگزاری کهکشان 1403 برگزار شد، در مورد کهکشان امسال جمع‌بندی شد. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام آقای دکتر سعیدیان، تشکر از حضورتون در این برنامه. سلام خدمت شما آقای پیرنیا و سلام خدمت همه بینندگان محترم سیمای آزادی. خوشحالم که در خدمتتون هستم. بله، خیلی ممنون و درود بر شما. آقای دکتر، از اونجایی که کهکشان امسال چه به لحاظ گستره جغرافیاییش که در دو کشور برگزار شد و چه به لحاظ کثرت و تنوع شخصیت‌های شرکت کننده و همینطور خیلی عظیم ایرانیان که از ایران گرفته تا برلین رسونده بودن، بسیار وسیع بود، مشتاقیم بدونیم مهمترین نکاتی که در جمع‌بندی شورای ملی مقاومت در مورد کهکشان گفته شده چیا بودن؟ تشمت من جواب سوالتون میدم، ولی چون شما گفتین تنوع سخنرانان، اجازه بدید من اشاره بکنم که این تنوع که شما گفتین واقعا در همه جنبه های هم کهکشان و هم کنفرانس ایران آزاد کاملا مشخص بود. برای مثال در گرد همایی، اولا که چندین نسل از ایرانیان اونجا بودن، حداقل سه نسل مختلف، مخصوصا جوانا که خیلی فعال بودن و حتی حضور هموطنان مختلف، نه تنها ملیت‌های مختلف، مذهب‌های مختلف، هموطنان کردمون بسیار فعال بودن، هموطنان بلوچمون بسیار فعال بودن، روسیه رفتن صحبت کردن و غیره. اینه که این تنوع که شما گفتین، دوست داشتم اشاره بکنم که این تنوع در همه جنبه‌های گرد همایی کاملا مشخص بود. برگردم به اجلاس شورا، اولا بگویم که در اولین روز اجلاس تعدادی از هموطنان به عنوان ناظر حضور داشتن و چند تا از اونا سخنرانی‌های بسیار خوبی ایراد کردن. درباره کهکشان، دوستان شورایی برگزاری موفق‌آمیز و شکوهمند گرد همایی امسال را یک نماد درخشان از استقلال و اعتبار مقاومت ایران توصیف کردند. این دوتا واژه هر دوتاشون بسیار مهمه و لازمه که راجع بهشون حرف بزنیم. کهکشان امسال و کنفرانس سه روزه واقعا بی‌نظیر بود. ده‌ها هزار نفر از هموطنانمون در برلین تظاهرات کردند، صدها نفر از هموطنانمون همزمان در پاریس در کنفرانس شرکت کردند، هزاران نفر دیگر از طریق زوم در این شخصیت سیاسی، بیش از 4000 پارلمانتر از این گرد همایی حمایت کردند. این 4000 نفر پارلمانتر خیلی هاشون به نمایندگی از اکثریت پارلمان بودند، صدها رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و غیره در این کنفرانس بودند، صحبت کردند و همشون از برنامه های خانم رجوی برای یک ایران آزاد حمایت نمودند. این واقعا بی‌نظیره و هیچ جنبش اپوزیسیون هیچ وقت قادر نبوده که حتی یک صدم این قدرت پایگاه مردمی و اعتبار بین المللی به نمایش بگذاره. و این نمایش قدرت با وجود موانع بسیار به وجود اومد، موانعی که دولت‌های مختلف به خاطر زد و بندهای سیاسی و اپیزمنت و برای خوشخدمتی به آخوندها و لابیاشون انجام دادن. خیلی از این موانع، خیلی از این زد و بندها در پشت پرده انجام میگیره و مقاومت ایران باید از راه‌های حقوقی و از طریق کانال‌های سیاسی و با توانمندی تشکیلاتی این منابع رو برطرف کنند. ولی خیلی از زد و بندها را میشه به صورت علنی دیدشون. حالا من فقط مثال یکشون رو میزنم. یک مثال مطبوعاتی میزنم. گزارش های تظاهرات برلین و گرد همایی پاریس به صورت بسیار گسترده در مطبوعات آزاد غربی منتشر شد، ولی رادیو
خارج از کشور که وابسته به دولت‌های مختلف هستند هیچ گزارشی از تظاهرات و کنفرانس ها ندادند، چون که این رادیو تلویزیون ها باید خط و خطوط دولت‌های مطبوعشون را دنبال کنند و این دولت‌ها ممکنه که فشارهایی به روی خامنه‌ای برای مهار او بیارند، ولی نمیخوان که حکومت خامنه‌ای سرنگون بشه و یک آلترناتیو دموکراتیک و مستقل جایگزین این باشه. لذا هم به صورت وحشتناکی سانسور میکنن، چون نمیخوان که مردم و مخصوصا جوان ها جذب مقاومت ایران بشن، چون مقاومت ایران تنها نیروی جدی هستش که خواهان سرنگونیه و این دولت ها نمیخوان که رژیم سرنگون بشه. اینه که یکی از مواردی که در اجلاس بهش پرداخته شد همین بود. موانع بسیاری خیلی از دوستان مقاومت، دوستان سازمان مجاهدین درباره این تظاهر صحبت کردن، درباره موانعی که مقاومت گذاشته بودن، ولی به خاطر همطور که عرض کردم به خاطر توانمندی تشکیلاتی هموطنانمون در صحنه در تمام این زمان ها خیلی اون موانع حل شد و همطور که دیدیم تظاهرات بسیار باشکوهی برقرار شد که واقعا چشمگیر بود. دست مریضات به همه هموطنان که با شوق و علاقه در تظاهرات شرکت کردن و همینطور که اشاره کردم خود جلسات کنفرانس ایران آزاد در پاریس هم بسیار باشکوه بود. شما میگم که مجددا تکرار میکنم، شما اشاره کردین به تنوع سخنرانان، مثلا امسال سخنران از افغانستان بود، از همطور که گفتم از دوستان بلوچ بود که صحبت کردن و غیره. اینه که از خیلی جهات این تنوع بسیار واضح بود. همطور که اشاره کردم در برلین هموطنانمون از ملیت‌های مختلف، از مذهب‌های مختلف شرکت کردن، مخصوصا هموطنان بلوچ و هموطنان. ممنون شما دکتر سعیدیان، و وقتی که به این برنامه اختصاص دادیم و گزارش مختصری که از اجلاس شورا گفتین، خیلی ممنون و تشکر از شما. خدا نگهدار.